مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از تورین. خیلی خوش آمدید آقای نخل احمدی. خب عزل امام جمعه اهل تسنن آزادشهر به دستور نماینده خامنه ای و توسط یک روحانی شیعه نشانه چیست؟ به نظرم نشانه این هست که آقای خامنه ای هم همان مسیر رفتن که یا میروند که همه دیکتاتورها رفتن، یعنی به هر حال به نظرم آگاه هستن که دیگه مشروعیتی در بین مردم ایران از طبقات و گروه‌های مختلف ندارن و به دنبال این هستن که هر گونه تریبون یا فضا یا امکانی که وجود دارد تا افراد بتونن از اون استفاده بکنن و اعتراض بکنن یا نقد بکنن اونها رو بگیرن و در اختیار نیروهای نزدیک به خودشون قرار بدن. طبیعتاً خب این رفتار هم همین هست و بعد از این هم به نظر من ما باید شاهد افزایش این فشارها و طبیعتاً خشونتها در ایران باشیم. با افزایش فشارها اشاره کردید، اهل سنت در ایران چه محدودیت‌هایی اساساً دارند؟ چرا با فشارهای حکومتی مواجه میشن و چرا اظهار نظرهاشون درباره مسائل مذهبی تا این حد واکنش برانگیز از سوی حاکمیت؟ خب ببینیم، در ما دو بخش شاید در مورد این تبعیضات هست که تبعیضات قانونی هست در قانون اساسی، مثلا اهل سنت نمیتونن امام رئیس جمهور بشن، این اقلیت ها کلا، و مسائل دیگر. یک بخشش هم بحث های فراقانونی هست، یعنی برگرفته از همان ایدئولوژی هست که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته تلاش کرده است که اون رو جا بیاندازه اما ناکام بوده و نهایتا این ایدئولوژی برای اینکه بتونه حالا سر پا بمونه شرط اون این هست که باقی گفتمان ها شامل، حتی شما میبینید در مثلا در تشیع و دراویش و برخی دیگر از گفتمان های دیگر هم اینها هم سرکوب میشن و خب طبیعتا جمهوری اسلامی دنبال این هست که فقط همان گفتمان اسلام سیاسی که مد نظرش هست رو در جامعه رواج بده. حمایت مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از امام جمعه عزل شده آقای گرگیج رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینیم، ما به نظر در 40 سال گذشته تقریبا تمامی طبقات اجتماعی در ایران جز اکثر اونها جز منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی شدن. الان طبقه مذهبی یا متدین و روحانی هستند که اینها به هر حال تا حدودی مماشات میکنن با جمهوری اسلامی. آقای مولوی عبدالحمید هم به هر حال در طول چند وقت گذشته حداقل تلاش کرده است که یک مقداری گفتمان خودشو به حاکمیت نزدیک بکنه، اما اعتراض ایشون نشاندنده این هست که عملکرد جمهوری اسلامی تا آنجای غیر قابل توجیه هست که آقای مولوی عبدالحمید هم مجبور میشن به دلیل فشارهای اجتماعی موضع بگیرن و این خب به نظرم یک زنگ خطری هست برای کسانی که واقعا به دنبال راه چاره هستن در جمهوری اسلامی. محمد مهدی نخل احمدی، عضو روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین.